من اول تشکر کنم از امیر و بچه های گروه نما و نسینما که واقعا هر هفته این تلاش پیگیر رو دارن برای اینکه این برنامه های خوب رو بذارن و سینما دوستان بهش استفاده بکنن. امیر جان از من خواستم که بیام راجع به تجربه های کمی که راجع به مستند ساختن در غربت به اصطلاح با کمبود امکانات و خیلی مسائل و مشکلات دیگه فقط با یه همت و علاقه راجع به اینها با تو صحبت میکنم. راجع به مستندی که ساختم نمیدونم کسایی هستن خانم لیلی که دیدن بازمانده از ماگادان رو کسانی هستن اینجا دیده باشن، راجع به اون باهاتون صحبت میکنم که چجوری اصلا شکل گرفت و چطوری ساختمش. فقط قبل از اون گفتم بد نیست که شاید یه اطلاعاتی رو یادداشت کردم راجع به اصلا پیدایش واژه مستند و تعریف مستند، شاید این خودش یه مقدمه باشه. در اوائل دهه 1920 میلادی که در واقع سالهای شکل‌گیری سینمای مستند هستش، هنوز واژه‌ای به نام داکیومنتری به وجود نیامده و رویدادهای واقعی که توسط دوربین ثبت می‌شد رو عناوین مختلفی براش می‌ذاشتن. مثلا می‌گفتن فیلم آموزشی، فیلم حقیقی، حتی میگفتن فیلم های جالب، یا به اشاره به موضوعات که بیشتر سفر بود و فیلمسازا در سفرهاشون به اصطلاح تصاویر رو ثبت میکردن بهشون میگفتن فیلم های سفری. تا اینکه اولین کسی که واژه داکیومنتری یا مستند رو به معنای فارسی به وجود آورد شخصی به نام جان گریرسون اسکاتلندی که خودش فیلم سازه و در نقدی بر فیلم موانای رابرت فلاهرتی از این واژه استفاده میکنه که تا امروز هم رایج هستش. این در واقع شکلگیری این واژه داکیومنتری هست مستندش. خب خیلی هم معتقدن که اولین تصاویر متحرک در پیدایش سینما رو اصلا میشه گفت مستند، یعنی شما برادران لومیر وقتی که ورود قطار به ایستگاه یا بازگشت کارگران از کارخانه رو ثبت کردن با دوربین، این در واقع به گفته خیلی از ساز مستند بودن، شکل گیری مستند اصلا با اینها میشه ازش اسپورت. اما تعریف سینمای مستند چند تا تعریف بود، من از بین خیلی از تعاریف که حالا توشون نگاه کردم بد نبود انتخاب کردم. خود جان گریرسون مستند رو نمایش هنرمندانه واقعیت تعریف میکنه. یک فیلمساز انگلیسی هست به نام پاول روسا که اون میگه فیلمی که زندگی واقعی مردم رو به نحوی خلاق با توجه به شرایط اجتماعی نمودار سازد. اریک آلتمن آمریکایی میگه که فیلمی که با واقعیت سر و کار دارد و نه با قصه ها و ماجراهای تخیلی و میکوشد واقعیت را چنان که هست به نمایش بگذارد و تا حد ممکن از دستکاری در آن پرهیز کند. حالا اتحادیه جهانی سینمای مستند در سال 1948 میاد یه تعریف جامع‌تری میده برای این و میگه که ضبط سینمایی هر جنبه‌ای از واقعیت که با فیلمبرداری واقعی و بدون دستکاری یا با بازسازی وفادارانه و معقول رویدادها را به هدف گسترش بخشیدن به دانش و درک مردم و ارائه مسائل و راه حل‌های آنان به عینی ترین و واقعی ترین صورت ممکن انجام داده باشد. این تعریفیه که اتحادیه جهانی سینمای مستند میده. یه نکته دیگه راجع به 4 تا مستندساز پیشگام در
تاریخ مستندسازی میشه گفت اسم ببرم، یکیش رابرت فلاهرتی کاناداییه که دو فیلم معروفش نانوک شمالی و مرد آران هست. خود جان گریرسونه که اسکاتلندیه و گویم فقط یک فیلم مستندم داره و قایق‌های ماهیگیریه تا جایی که من. بعد یکی از مهمترین اینا ژیگاورتوف روسیه که خودش نظریه پردازم هست و در واقع کینو آ یا سینما چشم رو بنیانگذاری کرد و این مجله‌ای هم داشت به نام سینما چشم. این آقای ژیگاورتوف هم سینما چشمی که داشتن، این آقای ژیگاورتوف اصلا در همون زمان از کسانی بود که میگفت سینمای داستانی به رو به زوال خواهد بود و سینمای مستند هست که حرف اول رو خواهد زد. خیلی هم سفت و سخت برای این نظریه و خیلی این سینما چشم و آقای نظریه ژیگاورتوف تأثیر گذاشت روی فیلمسازای روسی که فیلم‌های داستانیشون یک ساختارهای مستندگونه پیدا کرد تحت تأثیر این نظریه، چون ژیگاورتوف معتقد بود که دوربین فیلم برداری باید به مثابه چشم عمل بکنه، یعنی واقعیت ها رو اونچنان که هست باید بازتاب بده و مخالف این بود که واقعیت ها رو به کمک تروکاش های سینمایی اینا تغییر بدن. واسه همین هم خیلی ها معتقدن که اصلا جنبش نئورئالیستی ایتالیا برخلاف گفته خیلی از مورخان که میگن بعد از عواقب جنگ جهانی دوم به وجود اومد، خیلی هم میگن اصلا تحت تاثیر همین نظریه ژیگاورتوف که خودش هم مثل ایتالیایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم سرخورده بود از این تخیل‌ها و ذهنیات ساختگی و خیلی هم گرایش داشت به این که مسائل اجتماعی و به خصوص باقیت های قشر محروم جامعه رو تصویر بکشن فیلم ساز ها. من در واقع میخواستم با یه مقدمه اینچنینی برم و راجع به خود تجربه خودم در مورد فیلم مستند بگم. من در واقع سه تا فیلم مستند کار کردم که دو تاش در واقع یک جور فیلم‌های میشه گفت گزارشی هست. خودم هم اسم مستند به مفهوم عامش به کار نمیبرم. یکی راجع به اولین راننده اتوبوس زن در ایران بود به نام اتوبوس ساختم و یکیش هم راجع به اولین مکانیک زن ایران بود. من این دوتا رو در واقع با شنیدن خبرشون در خوندن خبر در روزنامه خیلی علاقه من شدم که برم راجع به این دوتا موضوع کار کنم که و جالب این بود که وقتی راجع به فیلم دوم کار کردم به صورت اتفاقی دختر همون خانم راننده اتوبوس در اومد. اینا پیشگاه مثلا در خانواده. این دوتا فیلم در واقع الان در جورج بران کالج جورج بران چون نمایش داده شد اونجا و از من خواستم فیلم ما رو در بخش مطالعات زنان خاورمیانه اونجا گویا ازش استفاده میکنم. فیلم آخری که ساختم در واقع یه سه سالی روش میگم به خاطر عدم امکانات و فیلمسازی در غربت سه سالی طول کشید، همین فیلم بازمانده از مابدان A Survivor from Mabadan. این فیلم رو من در واقع کسانی که اگر اطلاعی ندارن راجع به فیلم، راجع به زندگی دکتر عطاالله صفوی هست، اورولوژیست بود و ایشون در سال 1947 از فعالان حزب توده است در شهرستان ساری. در 21 سالگی یعنی دو سال بعد جنگ جهانی دوم به همراه دو سه تا از همحزبیاش وقتی میشنوه که قرار تبعیدش کنن به بندر عباس، به کمک اون دو سه تا دوست تصمیم میگیرن که از طریق بندر ترکمن به شوروی سابق پناهنده بشن.
خب در اون زمان شوروی سابق به عنوان بهشت بهار کمونیستا انویژن شده بود، تصویر شده بود. و اینا وقتی که از طریق بندر ترکمن وارد ترکمنستان اشغال کنونی میشن، مامورای مرزی اینا رو به جرم ورود غیرقانونی به خاک ترکمنستان دستگیر میکنن و آقای صفوی رو از اینها جدا میکنن و به یک کارخانه آجرپزی میفرستن با به اصطلاح بیگاری در اونجا، که میگه در گرمای بالای 60 درجه در اون کارگاه آجرپزی کار میکرد. بعد یک زلزله در تاریخ ثبت شده در ترکمنستان به وقوع میپیونده که گویا میگن حدود 60,000 نفر کشته میشن. بعد از 3 روز که این ویرانه ها اجساد از درون ویرانه ها بیرون میکشن، آقای صفوی در کمال ناباوری میبینن زنده است و بعد از 3 روز زنده بوده. محاکمه میکنن این آدم رو و به جرم جاسوسی برای ایران و آمریکا 20 سال محکوم به زندان و کار اجباری در سیبری میشه. میره به جایی به نام مگادان، یه شهری در استان سیبری. این فیلم در واقع روایت این فراز و نشیب های زندگی این آدم هست در 10 سالی که در معادن زغالسنگ مگادان کار میکرده و اینکه چطور بعد از مرگ استالین از 3,000 زندانی که اونجا بودن فقط 200 نفر زنده میمونن که یکیش دکتر صفوی بود. من در واقع حالا چطور شد که این مستند به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم بسازم، اینه که من در هفته نامه شهروند حدود شاید بگم 4 سال پیش یک مصاحبه خوندم، تیترش این بود که در مگادان کسی پیر نمی شود. من وقتی این تیتر رو به اصطلاح به چشم خورد فکر کردم که این مگادان یه جای رویاییه، مثل این هاوایی و اینا. مثلا برام جالب بود، گفتم اینجا کجاست که آدم ها پیر نمی شن، باید خیلی جای خوبی باشه. همین شروع کردم مصاحبه رو خوندن که واقعا وقتی مصاحبه تموم شد اصلا یه شوکی به من وارد شد. اولین چیزی که جرقه‌ای که یعنی تو ذهنم زده شد، من چون قبل از این در دوران دانشجویی من کتابی خوندم به نام انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل که بنیانگذار مکتب لوگوتراپی معنا درمانی. من یادمه وقتی که اون کتاب رو اون موقع خوندم، اصلا اینکه چطور خود این دکتر فرانکل که یه یهودی بوده و در آشویتس در زیر فشار و حقارتی که خودش توصیف میکنه که نازی‌ها اینو چجوری با اینا برخورد میکردن، لختشون میکردن توی برف و سرما، از اینا بیگاری میکشیدن، که فرانکل میگه اصلا چیزی به نام امید به زیستن در اونجا وجود نداشت و زندانی ها هر کی به هر طریقی میتونست خودش رو خلاص میکرد، دست به خودکشی میزد به هر شکلی. و اونجا بوده که دکتر فرانکل میگه من اون موقع روانپزشک جوان بودم، با خودم فکر کردم که من چیکار بکنم که به اصطلاح به اینها بتونم یه معنای از زندگی بدم که بمونن و خودکشی نکنن. و همون گفت شبا که توی اون خوابگاه بودیم جمع میکردم یه در رو باهاشون صحبت میکردم و میگفتم شما هر کدومتون در درونتون یک معنایی برای زیستن وجود داره، فقط این دشواری ها و شرایط سخت اونها رو از شما گرفته و فراموشش کردی. میگفت داشتم به این شکل به اینها به قول معروف یه جور رجعت به خودشون و درونشون ارائه میدم، که میگفت کم کم این تو خیلی تأثیر کرد و باور کردن که میتونن امیدوار باشن و همینطور هم شد. و میگفت بعد از 2-3 سال به صورت خیلی معجزه‌آسایی به خبر دادن توی اردوگاه که نیروهای به اصطلاح آلمان توی
صحرای سیبری اونجا با شکست مواجه شدن و جنگ خاتمه پیدا کرده بود، داستان طولانی بود. من در واقع با این ذهنیت که این کتاب رو سالها، این جمله دکتر فرانکل که میگه تو فیلمم هم استفاده کردم، میگه اگر زندگی رنج بردن است پس برای رنج بردن ناگزیر باید معنایی یافت. این جمله همیشه تو زندگی با خودم بود، تو ذهنم بود همیشه، تا اینکه این مصاحبه رو خوندم و دیدم چقدر شباهت است بین زندگی دکتر صفوی و دکتر فرانکل. یعنی یکی در آشویتز، یکی حالا در سرزمین استالین و در به اصطلاح اردوگاه‌های کار استالین هست. خب با خودم فکر کردم که حالا من بوده اصلا سیاسی این قضیه برام مطرح نبود، تو نگاه این انتخاب من بود، شاید اینا برای به نوعی برگرده به خود این مباحث که اصلا انتخاب شخصی دیدگاه، چون در مستندسازی هم ما دیدگاه شخصی داریم و دیدگاه به هر حال دانای کل داریم که اینا. من اون زمان فکر کردم که خب من نمیخوام نگاه سیاسی به این وضعیت داشته باشم، برای من به طور شخصی سیاسی یه چیزی که تاریخ مصرف داره. ولی این که چطور یادم در اون شرایط، در اون دشواری ها، در اون سختی ها که از 3000 نفر 200 نفر زنده مونن، این چه عاملی باعث شده که این آدم خودکشی نکرد، چه عاملی باعث شده که این دووم بیاره و این همه سختی ها رو 10 سال توی دمای منهای به قول گفته خود 60 درجه توی سیبری توی معادن زغال سنگ دووم بیاره. همین ها به صلاح برای خودم اینا رو یادداشت میکردم، انگیزه هایی که میخوام برم به سمت این آدم، برم به سمت این داکیومنتری. به همین خاطر تصمیم گرفتم اولین آدم رو پیدا کنم، چون میدونستم که در تورنتو. رفتم به هر حال با پرسجو پیداش کردم و اولین کاری که کردم این بود که میخواستم اصلا بحث مستند و اینا رو به پیش نیاوردم. خودم اول من باهاش یک ارتباط انسانی میگیرم، یعنی برم اصلا به عنوان یک انسان ببینم، اصلا باهاش دوست بشم و ببینم که برای من از زبان به صورت اصلا غیبت دوربین و اینجور چیزا، اصلا این چیزا رو از زبان خودش بشنم. خب وقتی پیداش کردم یک انسان بسیار شریفی بود و بسیار جنرس و با حوصله در دادن اطلاعات و خاطراتش که خیلی به من کمک کرد. چون که وقتی این فیلم رو در یک فستیوالی نمایش دادن در تهران، فستیوال بین‌المللی بود، چند تا فیلمساز خارجی اومدن، یه فرانسوی فیلمساز فرانسوی فیلم رو که دید بعد از فیلم اومد به من گفتش که تو خیلی آدم لاکی بودی. گفتم چرا؟ گفتش که تو نمیتونی یه کرکتری پیدا بکنی که حالا شما، چون اگه فیلم رو ببینید، من اینو در 4 فصل فیلم برداری کردم، بسیار جای مختلف این آدم رو بردم، یه پیرمرد 84 ساله که اصلا این آدم یک ذره اعتراض بکنه یا مثلا سوال بکنه ابدا همراهی میکرد. چون براش بعد از یک سال ارتباط، من باش یک سال فقط ارتباط همین انسانی داشتم، میبردمش این بر اون بر، خاطراتش رو برام میگفت، یادداشت میکردم و اینا. بعد از یک سال بهش گفتم که من خیلی دوست دارم که این خاطراتی که برام تعریف کردی به شکل یک مستند، چون این بخشی از تاریخ جامعه ماست، من میخوام حالا بعدهای نسلهای بعدی بدونن یه همچین آدمی بوده در یه شرایط تاریخی در ایران، در یه شرایط تاریخی در جهان، در یه جایی به نام سیبری، در یه اردوگاه اینچنین زندگی کرده و چه چیزهایی رو به صلاح تو زندگیش با چه فراز و نشیب‌های همراه بود. و برحال این فیلمساز به من گفتش که خیلی سخته که تو کسی رو پیدا کنی که اینقدر فلکسیبل باشه و هر جا بتونی یه پیره مرد 84 ساله با خود ببری. برحال من شروع کردم بعد از یک سال گفت اگر به درد فکر میکنه نسلهای بعدی به درد این جامعه من بخوره، من تا هر زمانی که بخوای باید همکاری کنم. این مقدمه شد که بشینم و حالا شروع کنم به این که چجوری میشه به صلاح
متریال های اینو جمع آوری کرد. خب حالا برای اطلاع شما که در واقع برای شروع مستند شما الان دو به اصطلاح سورس هست که معمولا حالا یا میشه گفت سه تا سورسه که آدم بخواد یک حرکتی رو به عنوان مستند همینجا شروع میکنه. یکی مسائل اقتصادیشه، یعنی بودجه‌ای که شما میخواید برای ساخت مستند. این بودجه میتونه از طریق به اصطلاح ارگان‌های دولتی باشه، یعنی حالا اینجا به عنوان گرانت ما چیز میکنیم ازش اسم میبریم، گرانت های دولتی. شما یک پروپوزالی باید تهیه بکنید، پروپوزال رو بدید، حالا بر اساس اون پروپوزال و بودجه که برای فیلم شما تعریف کردید، اگر جزء به اصطلاح وینرا باشید اون به شما به اصطلاح اطلاع میشه. یکی هم که خیلی باز معموله، حالا بیشتر تو این امروزه خیلی استفاده میشه، اسپانسرها هستن. ممکنه شما مثلا کسایی رو پیدا بکنید، این سوژه رو باهاشون مطرح بکنید، به طور جنرال اینا رو میگم، و این حالا میتونه یه مؤسسه باشه، میتونه شرکت یه شخص باشه، علاقه من باشه که این فیلم رو سرمایه گذاری بکنه، میتونه اسپانسر این فیلم بشه و بودجه این فیلم رو بده. و یا اینکه اگر هیچ کدوم اینا نباشه، باید از اصطلاح پس انداز شخصی خودتون استفاده کنید، که اینجا خب ما استفاده کردیم از کردیت کارت ها و هرچی که بود و من در واقع بازم بگم یک گرانت کوچیک گرفتم که این گرانت هم کی به ذهنم رسید، اصلا اولش به فکرش نبودم، چون بسیار دشوار میدونستم گرانت گرفتن رو. اینا رو میگم شاید به درد بعضی ها بخوره استفاده بکنم. من وقتی 80% فیلم رو گرفته بودم با سرمایه خودم و کمک دوستانم که خیلی ها واقعا به صورت والنتیر با من همکاری کردن، 80% فیلم رو گرفته بودم و واقعا 20%ش مونده بود. من خیلی دوست داشتم این آدم رو ببرم ماگادان، میخواستم ببرم تو اون ویرانه های ماگادان، خیلی تحقیق کرده بودم که این روی ویرانه های اون زندان ها راه بره و خاطرات اونجا رو تو همون ویرانه ها بگه. ولی متاسفانه میگم اینا مستلزم هزینه های زیادی بود. همین 20% که مونده بود به فکرم رسید، گفتم خب من که حالا ضرری نداره، یه گرانت هم اپلای میکنم. یک گرانت فقط یک جام اپلای کردم، اونتاریو آرت کانسیل. یه پروپوزالی تهیه شد، خب برام من که بچه ها میدونم خیلی کار داره دیگه، باید بشینید توضیح بدید، بودجه بندی بکنید خدا اینا، که وقتی که به من گفتن که شما اگه 80% این فیلم رو کار کردید، 5 دقیقه از راشای این فیلم رو برای ما انتخاب کنید بفرستید. من با این پروپوزال 5 دقیقه از فیلم رو فرستادم و در واقع تنها ایرانی بودم که اون سال 2 سال پیش این گرانت رو برد. کسایی که بودن خیلی متقاضی زیاده و معمولا به یه محدودی گرانت رو میدن. برای اون گرانت کوچیک هم به بخشی از سفر منو به تاجیکستان رفتم، به ایران رفتم و کسایی که با این آدم بودن رو پیدا کردم و حتی بیمارستانی که ایشون، چون بعد از بازگشت از معادن زغال سنگ وقتی آزاد میشه میخواد برگرده به ایران، چون عاشق ایران بود و دوست داشت برگرده، ولی یه نامه از یک دوست از تاجیکستان میاد که به ایران نرو، چون تو توده‌ای بودی، اگر برگردی تو رو دستگیر میکنم و دوباره به زندان میبرم و این میترسه، چون خاطرات اون زندان هم کشیده بود، تصمیم میگیره بره به یه جایی که زبانشون فارسی هست، حداقل به زبان فارسی صحبت میکنن تاجیکا، و اونجا بره و اون آرزوی به قول خودش دیرینه پدرش رو که گفته بود تو باید پزشک بشی رو برآورده بکنه، و میره اونجا درس میخونه در سن 30 سالگی بکنه و جراح اورولوژی میشه که بعدش هم از تاجیکستان. داستان خیلی پر فراز و نشین و مفصلیه که میخوام تعریفش بکنه. برحال این سفر من رو یه بخشی از این رو با همین گرانت به صدا تأمین کرد و رفتم
ایران شهرهای مختلفی که در قصه این آدم بوده و آدمهای مختلفی که بوده اینها رو پیدا کردم و باشون مصاحبه کردم و اینها و فیلم رو به هر حال تمومش کردم. اگه بخوام ادامه بدم خیلی بحث برای زیادیه. اگه فکر میکنید سوالی هست که حالا تا همین جایی که چون پنج دقیقه مونده میتونی صحبت کنید تا پنج دقیقه بعد سوال باز. به هر حال فیلم رو تموم کردم و بعد از اونم حالا باز برای اینه که میخوان اطلاعاتی داشته باشم، بعد از که شما یه فیلم تموم میشه مسئله اصلی تازه شروع میشه. یعنی شما حالا دو سال زحمت کشیدی، سه سال زحمت کشیدی، حالا میخواد چطوری این فیلم رو ارائه بدی. مسئله عمده الان مسئله دیستریبیوت کردن یه اثر، یه کاره. شما اگر نتونید کسایی رو پیدا کنید که مجابشون بکنید که این فیلم، چون اصلا بعض وقتا این فیلم ها رو نمیبینن. یعنی شما، من اینو حالا به صادقانه میگم، از خیلی از فستیوال های بزرگ شما حالا اثرت هرچی باشه، خیلی مهمه که یک کانکشن یا یک دیستریبیوتر باشه که معرفی بکنه. واسه اینه که خیلی الان به اصطلاح برعکس اینجا برخلاف ایران، الان خیلی قبل از اینکه یه فیلم رو کار کنن اول میرن سراغ یه کسی که مطرح بکنن، دیستریبیوتور، بگن ما یه همچی کاری میخوام بکنیم، مثلا این ایده رو دوست داری، یعنی این ایده رو حاضری باش همکاری بکنی یا نه. و خب یکی از مشکلات ماها به هر حال توی این سینمای به هر حال این گونه سینمای مستقل، سینمای تجربی که نش ما رو میشناسن، نه اسمی داریم، نه به هر حال به عنوان سینماگر حرفه‌ای مطرح هستیم، اینا نیست، یه کار تجربی کردیم، حالا میخوای اینو به اصطلاح بشناسی. من کاری که خودم میکردم شروع کردم به صورت انفرادی، به چند تا فستیوال فرستادم، 24 تا فستیوال هم پذیرفته شد و به اصطلاح حالا فستیوال نورم یه دوتا جایزه گرفت و بیام توی تیرگان نمایش داده شد و تهران فستیوال ورنیتی فیلم فستیوال، فستیوال حقیقت هم یک دوتا فستیوال های توی چیز هم بود آسیایی رفته شد. بعد همین پریروز هم فقط جهت اطلاع میگم به عنوان بهترین فیلم مستند رسانه های قومی کانادا به پریروز فیلم گفتم که 20 ته مراسمی قراره که مثلا عوارده شد. تا همینقدر بگم که فقط تا اینجا رسوندم، حالا در خدمت شما هستم. مرسی.